گفتن که خواهش میکنم بفرمایید که آیا در روز قیامت انسان پدر و مادر خود را میبیند یا خیر؟ قیامت موقف های متعددی داره، 50 تا موقف داره. بعضی از مواقف همدیگه رو میبینن، میشناسن، از هم فرار میکنن. یا ما یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. بله، پدر مادرش میبینه، اما چون میبینه حقشون رو ادا نکرده ازشون فرار میکنه. فرزندانش رو میبینه، اما چون میبینه که حق فرزند رو ادا نکرده، حق برادر رو ادا نکرده، حق همسرش رو ادا نکرده، ازش در میره، فرار میکنه. یعنی چون از این میترسه که مورد مؤاخذه قرار بگیره. بله، یقشو بگیرم بیان چرا حق برادر ندادی. یوم یفر المرء من اخیه. این یه موقفه. یه موقف هم که نه. اینها از هم شفاعت میکنن. فرزند از پدر و مادر شفاعت میکنه. مخصوصا بچهای کوچیکی که در دوران کودکی از دنیا رفتن، اینها دم در بهشت اونجا میمونن و در همه درهای بهشت. و از هر در بهشت که پدرشون بخواد وارد بشه یا مادرشون، اونها به شفاعت میکنن، وساطت میکنن که وارد بهشت بشن. مواقع فرق میکنه، اما اجمالا آنچه که در قیامت معیار هست این روابط اعتباری دنیا نیست. چه بسا در دنیا پدر و مادر حاضر بودن برای بچهشون جان خودشونو فدا کنن، اما در قیامت وقتی میبینه بچهش مؤمن نیست، بچهش ایمان نداره، اصلا یادش میره چنین بچه داره، اون بچه اصلا براش هیچ عرض کنم ارزشی نداره. وقتی میبینه که بچه غیر اهل اوست، در دنیا هم همینجوری، در دنیا ما متوجه نمیشیم بچه نااهله، پدر و مادر میگن باشه به هر حال بچه ماست دیگه. اینجا نمیبینیم حقیقت رو، اما خدا میبینه. وقتی حضرت نو گفت این فرزند منه، خدا تو من قول داده بودی که اهل منو نجات بدی، اینم که اهل منه، فرمود انه لیس من اهلک. در آخرت این بروز میکنه. اگر فرزندی ایمان نداشت، اونجا دیگه با پدر و مادر اهلیت نداره، ولی پدر و مادر این فرزند براشون با بیگانه ترین بیگانه ها فرقی نداره. یعنی این فرزند مساوی است با دورترین افراد، در این حال که در دنیا حاضر بودن جانشون رو. درست. اونجا حاکم ایمانه، حقیقت حاکمه. چون اینجوری است، اگر هر دو مؤمن باشن کاملا ارتباط هست. حتی اگر وقتی پدر وارد بهش میشه، آیه در قرآن داریم که الحقنا بهم ذریتهم، در زیر آیه روایتی داریم که فرمود که وقتی مؤمن رو وارد بهش میکنم، میگن جایگاه بهشت شما اینجاست. میگه پس فرزندانم کجا هستن، اهلم کجا هستن؟ میگن اونها در مقام شما نیستن، اونها مؤمن هستن، تو بهشت هستن، اما مقامشون اندازه شما نیست. می خودم من که در دنیا عبادت میکردم، هم برای خودم عبادت میکردم، هم برای اهلم، هم برای فرزندانم. خداوند دستور میده که ذریهش رو هم بهش ملحق کنید. اگر هر دو مؤمن باشن یه چنین شفاعتهایی هست. پدر شفاعت میکنه تا فرزندانش بیان در حد خودش، فرزندان شفاعت میکنن تا پدر و مادر بهشتی بشن. گفتن البته حالا سوالشون پاسخ روشنی داره، متعالشون بحث قیامت هست، این رو هم خیلی کوتاه جواب بدید که گفتن آیا زمان در قیامت قابل برگشت هست یا خیر؟ زمان هیچ قابل برگشت نیست، همینجا هم قابل برگشت نیست. امشب که شب جمعه، از خودم شب 12 شوال، نمیدونم شب چندم مرداده، دیگه این بر نمیگرده. فردا شب هفته دیگه هفته دیگه. در دنیا هم زمان بر نمیگرده. هر موجودی، هر حادث، این نمازی که شما امشب میخونید در زندان همین زمان و همین مکان تا ابد باقی میمونه، از بین نمیره و تکرار هم نمیشه. در قیامت هم اینجوریست. بله، در قیامت گذران زمان به معنای امروز نیست، چون نه خورشیدیست نه گردش زمین دور خودش دور خورشید. چون اینجا که ما میگیم روز شب، اینها از حرکت زمین دور خودش و از حرکت زمین به دور خورشید، روز و ماه و سال، این چیزا از این حرکت ها به وجود میاد. اونجا نه خورشیدی است نه ماهی است نه به این معنا خیر، اما به این معنا که آیا گذران نیست. چرا روز قیامت یک روز است و 50,000 سال به نص قرآن، منتها 50,000 سال معادل سالهای دنیا. نرست. یک روز است، ولی روزی که اگر به سالهای دنیا بخوایم قیاس بکنیم میشه 50,000 سال. برخی از مواقف قیامت هر موقف 1,000 سال طولشه. یعنی اگر انسان 1,000 سال عمر داشت، یه جا تو آفتاب نگرش می‌داشتن 1,000 سال. حال آفتاب که من گفتم
خیلی تعاونی حساب کردم، شرایط خیلی سخت‌تر از این حرف. حالا اینی که فرمودید 50000 سال اختصاص به همه داره، یعنی هممون خودمون رو آماده کنیم برای اینکه 50000 سال معطل بشیم، یا یعنی اینکه نه استثنایی هم وجود داره، آدما با هم فرق می‌کنن. بعضی اصلا قیامت رو نمی‌بینن، بی حساب میرن بهشت، بعضی بی حساب میرن جهنم، بعضی ها روز قیامتشون به اندازه 10 دقیقه یک ربع طول می‌کشه، به اندازه یک نماز واجب که در دنیا می‌خوندن در قیامت توقف دارن، به اندازه دوشیدن یک گوسفند اینها در قیامت توقف دارن. اینها حسابشون حساب سریع و حساب یسیره، بعضی ها حسابشون حساب شدیده، هزاران سال طول میکشه، بعضی ها حسابشون حساب اسیر. خلاصه این که عرض کردیم آخرین حدش بود، یعنی کلش، وگرنه بعضی ها نه، در واقع داریم به اندازه یک نماز واجب که در دنیا میخوندن اونجا حسابشون طول میکشه. بسیار خوب. اما استاد محمدی سوال پرسیدن که از آیات و روایات استفاده می شود که حضرت ابراهیم مقربتر از حضرت موسی و عیسی علیهم السلام هستند، پس چرا شریعت ایشان مقدم بر آن دوست، با اینکه هر دو رسول اولوالعزمی هستند و صاحب شریعت؟ اینکه حالا چنین مطلبی باشه، این برای ما ثابت نشده. ببینیم که حضرت ابراهیم از موسی و عیسی علیهم السلام مقربتر باشه، اما اینکه چرا شریعتش مقدمه، برای اینکه خب زمانش مقدم بوده. وقتی از ابراهیم قبل از حضرت موسی بوده، قبل از حضرت عیسی بوده، وقت شریعتش بیاد بعد از اونها، به عبارت دیگه نظام آفرینش یک نظام اندامواره و یک پیکر واحده. از آدم که خلق شد تا آخر عالم همه اینها یک حقیقتن، هر کس سر جای خودش، چنانکه کل نظام هستی اینجوریست، هر موجودی سر جای خودشه. اگر یک نقطه را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای. بنابراین حضرت ابراهیم جاش هم اونجا بوده، همون جایی که الان هست، نمیشه او را از جای خودش آوردش. یعنی چون از زمان، از نظر زمانی مقدم بوده، قاعدتاً شریعتش میشه مقدم. اونایی که بعد بودن شریعتش میشه متأخر از اونها. برای همین دلیل خاصی وجود داره یا خیر؟ اینکه حالا خدا حضرت ابراهیم رو زودتر فرستاد. بعدم اون دیگه برمیگرده به نظام عالم. نظام عالم نظام قراردادی و نظام جزئی نیست که خداوند اول یه شخصی خلق کنه، اسمشو چی بذاریم؟ ابراهیم بذاریم. زمانش کی باشه؟ 5000 سال پیش، 4000 سال پیش، در چه زمانی باشه؟ پیامبر اولوزا اینا که نبود که، خداوند کل عالم رو با یک اراده خلق کرد. و ما امرنا الا واحده کلمح بالبصر. سوال از اینجا نشأت میگیره که خیال کردی که صنع خدا جزئی است، یعنی خداوند تیک تیک عالمو خلق کرده بعد مونتاژ کرده. نه، خداوند با یک اراده کل نظام هستی رو خلق کرده، آفرینش هر موجودی مساوی است به همون جایی که هست، مثل سلسله اعداد. یا عدد سه وجود ندارد، یا اگر وجود دارد بین دو و چهاره. نمیشه عدد سه رنجه برداریم بریم جای دیگه که مثلا بهش ظلم شده. همه موجودات در کل نظام هستی این گونه هستن، یا نیستن یا همون جایی هستن که هستن. خب ما وقتمون خیلی کم است، در حد 2-3 دقیقه استاد فرصت داریم. یه سوال هم سون سوال مهمی هست. جوان عزیزی از چهارمحال و بختیاری، میهمان کریم اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستن، گفتن که من خیلی به پدر و مادرم بی احترامی کردم، شاید بعضی از وقتها هم پدر و مادرم مقصر بودن، اما الان خیلی پشیمان هستم و احساس میکنم که بخشیده نمیشوم، و امروز آمدم در کنار حرم حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصوم سلام الله علیها و از ایشون درخواست کردم، لطفاً مرا راهنمایی کنید که آیا من بخشیده میشوم با باید چه کار بکنم؟ بله، اگه ایشون توبه کنه بخشیده میشه، منتها توبه شرطش اینه که جبران بکنه. اگه پدر و مادر زنده هستن، بره دستشون رو ببوسه و احترامشون بکنه و جبران کنه اون چی گذشته رو. اگر هم اونها بهش ظلم کرده باشن، اگر اونها هم حق او رو ادا نکرده باشن، باز هم او حق نداشته که بخواد بی احترامی بکنه. و اینجا هدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک به علمون فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا. حتی اگر پدر و مادر فرزند رو دعوت به شرک هم کنن، حق نداره بهشون بی احترامی بکنه. باید به حرفشون گوش نکنه، مشرک نشه، گناه نکنه، اما بی احترامی هم نکنه. بنابراین او به هر حال اشتباه کرده، چه پدر و مادر ظالم باشن چه ظالم نباشن، چه حقش رو ادا کرده باشن چه نکرده باشن، او به هر حال گناهکاره بدون تردید. برای جبران گناه علاوه بر توبه و پشیمانی باید حتما جبران بکنه. جبرانش به اینه که اگر زنده هستن بره خدمتشون عذرخواهی بکنه، رضایتشون جلب بکنه، از این بعد در خدمتشون باشه به تمام معنا. یعنی
عرض کنم که دست به سینه در مقابلشون بایسته تا آخر عمر. اگر هم از دنیا رفتن باز هم جای جبران هست، باز هم میتونه با خیرات و مبرات و ادای حقوق واجبش به گردنشون هست، حق الناس حق الله، احترام به بازماندگانشون، احترام به اقوام پدر و مادر، حتی احترام به دوستان پدر و مادر میتونه بعد از مرگ پدر و مادر هم جبران بکنه. در روایت داریم که گاهی فرزند در زمان حیات پدر و مادر آقا والدینه، مثل همین موردی که اینجا گفته شده، بعد از رحلت پدر و مادر به خاطر نیکی هایی که در باره پدر و مادر انجام میده و حقوقی که از اونها ادا میکنه، بعد از مرگشون از حقوق میاد بیرون و باره به والدین میشه. به هر حال ایشون چه زنده باشن چه از دنیا رفته باشن، وظیفش ادای حقوق اونهاست، احترام به اونهاست و مخصوصا بیشتر به اونها رسیدن، سرکشی کردن، در خدمتشون بودن. اگر زنده هستن، اگر مرده هستن، اول حقوقی که از مردم به گردن پدر و مادر هستن رو ایشون ادا بکنه، بعد حقوق واجب الهی. اگه حجی به گردنشون هست اجر بگیر که براشون انجام بدن یا خودش انجام بده، اگر نماز واجبی دارن، اگر روزه‌ای دارن، اگر مظلمه به گردنشون هست، به هر حال باید اینها رو حتما ادا بکنه، حتما خدا رو خواهد بخشید، پدر و مادر هم بعد از مرگشون از او راضی خواهند شد. بسیار خب، حواسمون هم باشه که گاهی یک نگاه خشم‌آلود به صورت پدر و مادری که شاید هم دین ما هم کیش ما نباشند و حتی مقصر هم باشند، در روایت آمده که هیچ عبادتی از ما پذیرفته نمیشه و این رو هم عنایت داشته باشیم که دعای پدر و مادر تو زندگی های ما خیلی میتونه مؤثر باشه. خیلی کسایی که به خیلی جاها رسیدن با دعای پدر و مادر بوده، انشالله این رو همه جوانهای عزیز بهش عنایت ویژه داشته باشن. از استاد محمدی ممنون هستم که لطف کردن امروز هم میهمان برنامه زمزم معرفت شدن، سوالاتی رو حالا هر مقدار که فرصت کردیم پاسخ دادیم. یه سوال کتبی هم که در خصوص تفکر در ذات خدا که یکی از سوالای خیلی مهم هست و کلیدی هست، انشالله این رو نگه میداریم برای هفته آینده حتما پاسخ میدیم. دیگه فرصتمون رو به اتمام هست و لحظات ملکوتی و نورانی اذان مغرب هست. از تک تک شما عزیزان زائر و مجاور ممنون و سپاسگزار هستم که همراهی کردید ما رو، از دوستان بینندمون، هموطنان خوبم که در گوشه و کنار ایران اسلامی برنامه زمزم معرفت رو دیدن، عزیزان که شنیدن، از همشون سپاسگزار هستیم. اگر لایق باشیم حتما در جوار کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها دعاگو و نائب الزائرشون خواهیم بود ان شاء الله. در پناه حضرت حق باشید، سایتون کم نشه، التماس دعای خیر و خدا نگهدارت. زمزم دل ترنمه نام تو ای وجه خدا، زمزمه لسان عشق ز زمزمت جلوه گر است، چشم امید اولیا بر تو بود روز جزا، شفاعت از منزلت مکرمت جلوه گر است، کریمه آل ابا شهیده راه رضا، قربت آل مرتضا ز ماتمت جلوه گر است.